یعنی متاسفانه اخلاق پزشکی ما به حد یه رباخار نزول کرده. پزشکای ما در قبال خودشون که هیچ، در قبال جامعهشون که هیچ، در مقابل او نونی که ما برن تو خونشون احساس چی نمیکنن، اصلا درک نمیکنن ما رو. وقتی میگم آقای دکتر خب ما این مقدار پول رو نمیتونیم بدیم، در توانمون نیست، میگه مشکل خودتونه. یعنی میبینه ما مشکل داریم، ما میبینه ما پدر من حالش خرابه، باز میگه مشکل خودتونه. چرا؟ چون اصلا واسش مهم نیست. داستان تغییر شدید آدم ها، تغییر آدم هایی که با آرزوی دکتر غریب شدن وارد پزشکی میشن، ولی به مرور این چیزا براشون غریب و غریب تر میشه. اولش اصلا فکر نمی کنی که تو یه روز اون شکلی بشه که بی تفاوت بشی، ولی به مرور زمان این اتفاق میفته. مریض برای شما خانم فلانی نمیشه، میشه تخت 620 و این باعث میشه که کلن مریض رو بیخیال شی. یا اصلا نمیخوام خدمت بدم، اصلا من استراحت کنم. مریض میاد باش بد اخلاقی میکنم، یا حوصله نرم، یا برو صبر کن، برو یه روب دیگه بیا. من به طور مشخص در یکی دو سال نسبت به آموزش پزشکی سرخورده شدم. میگفت تو سیستم معیوب اگر مغزوب نباشی باید به خودت شک بکنی. برابری این استاد رو ما در حقیقت داریم راه نمایش بکنیم در این مسیر. عضو هیئت علمی رو اون کسانی که برنامه ریز هستن، اونها دارن در این مسیر میبرنش. ما تبدیل شدیم به یه ماشینایی که یه سری کارهای روتین رو چی میگن؟ انجام میدن. انگار همه چیز داره تو رو تحقیر میکنه، همه چیز با تو لج افتاده. پس مجبور میشی که هر چی بزنن تو سرت ببندی هیچی نگی. برای من همیشه طلبکار جامعه، تعرفه ها رو 100 برابرم بکنن، این هرسه از درون من بیرون نمیره، این از وجود من خالی نمیشه.